بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک ایام میلاد با سعادت امام هشتم سلام الله علیه و تسلیت به خانواده هایی که در مرکز درمانی سینا اطهر جان عزیز خودشون رو از دست دادند، چند نکته ای رو راجع به مسئله کرونا لازم میدونم خدمت مردم عزیز و بزرگوارمون عرض کنم. اولا اینکه پدیده کرونا یک پدیده چند وجهی است، موضوع تنها موضوع بهداشتی یا درمانی نیست، موضوع اجتماعی است، موضوع فرهنگی است، موضوع اقتصادی است، موضوع روابط بین الملل. بسیاری از مسائل در هم تنیده است در داستان پدیده کرونا، داستانی که نظیر اون رو در طول قرن گذشته ما نداشتیم یا همچون چیزی که این همه پیچیدگی داشته باشه و امروز در جوامع مختلف در سایه این پدیده خطرناکی که به وجود آمده و این ویروس با مسائل بسیار متعددی روبرو شدن. مثلا رشد اقتصادی دنیا به طور متوسط در سال 2019 که حالا این ویروس مربوط میشه به پایان 2019 2.9 بوده، ولی در سال 2020 که با این ویروس ما روبرو شدیم رشد اقتصادی جهانی شده منهای 3. یعنی نشون میده که این ویروس چه تحول بزرگی رو متاسفانه به صورت منفی در اقتصاد دنیا گذاشته. از 2.9 مثبت رسیده به 0.3 منفی. حالا این شرایط در کشورهای پیشرفته بدتره. در کشورهای پیشرفته در سال 2019 رشد اقتصادی 1.7 بوده و در سال 2020 که الان در داخلش هستیم پیشبینی این است که منهای 6.1 باشه. بنابراین شما میبینید چه شرایطی رو از لحاظ اقتصادی به وجود آورده. صادرات در دنیا به طور متوسط در سال 2019 1.2 در حال افزایش بوده، اما در سال 2020 منهای 12.8، یعنی نزدیک 13% صادرات کاهش پیدا کرده. نیروی کار از 2.7 میلیارد نیروی کار در دنیا 81% این نیرو تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفتن و شما ببینید چه شرایطی رو این ویروس در سطح جهانی به وجود آورده. ما برای اینکه با این ویروس مبارزه کنیم خب شیوه های متعددی رو هم در دنیا شروع شد و هم ما خودمون دنبال کردیم. اولیش این بود که سیستم سلامت خودمون رو تقویت کنیم و سیستم سلامت ما توان داشته باشه که افرادی که بیمار میشن اینا رو مورد آزمایش قرار بده، اگر لازمه بستری بشن، خدای نکرده اگر لازم بود در آسیو قرار بگیرن. این کار به خوبی در کشور ما صورت گرفت، یعنی کاری که بهداشت درمان ما انجام داده کاملا قابل مقایسه با دنیاست و به خوبی نشون داده میشه. اولا ما همه نیروهای مسلحمون رو آماده کرده بودیم برای اینکه بیمارستانهاشون رو آماده بکنن، جاهای مراقبتیشون رو آماده بکنن. الحمدلله بهداشت درمان ما اونچنان فعال عمل کرد که خیلی نیازی نشد به اون شرایطی که نیروهای مسلح خودشون رو آماده کرده بودن. بعد در طول این مدت مداوم هینی که بهداشت درمان ما داره کار میکنه همزمان هم داره تخت رو اضافه میکنه، همزمان هم داره بیمارستان رو اضافه میکنه.
یعنی امسال تا پایان سال 8000 تخت بیمارستانی اضافه خواهد شد. و همطوری که در این جلسه توضیح داده شد، در زمینه تخت ویژه در همین دوره 5-6 ماهه‌ای که مواجه بودیم با این ویروس 1500 تخت ویژه اضافه شده. یعنی به همین نسبت که ما میریم جلو، تخت اضافه میشه، ونتیلاتور اضافه میشه، تختای آی سی یو اضافه میشه، امکانات دیگر اضافه میشه، خطوط دارو اضافه میشه. در هر ماهی به طور متوسط 2 خط دارو داره اضافه میشه. توانمندی کشور اینکه رو پای خودش وایسه. ما الان هم در دارو، هم در امکانات پزشکی، هم در مسائل بهداشت، هم در مسائل ماسک N95، همه اینهایی که ما نیاز داریم، در آماده سازی کیت، همه اینها کار بزرگی را شرکت‌های دانش بنیان، وزارت بهداشت درمان، دانشگاه‌های ما همزمان با هم انجام دادن. پس در سیستم درمانی کار ما کار ارزشمند، حالا فداکاری که پزشکا کردن، پرستارای کردن، دیگران انجام دادن در کادر درمانی که سر جای خودش محفوظ و همه ما هم در برابر اونها تواضع می‌کنیم و شکرگزار هستیم. موضوع مهم دیگری که از روز اول مورد تأکید بود این که ما باید خودمونه با این شرایط آماده کنیم. یعنی از روز اول ما خدمت مردم عزیز گفتیم که این ویروس مهمان ناخوانده کوتاه مدت نیست. این نیست که 1 ماه باشه و بره، یا به محض اینکه از ایام بهار عبور کردیم به هوای گرم رسیدیم تمام بشه. از همون روزهای اول متخصصین ما اعلام کردن، این رو به مردم گفتن که این ادامه داره، ممکنه تا آخر سال ادامه داشته باشه، ممکنه حتی ماهای از سال آینده ادامه داشته باشه. خیلی برامون روشن نیست. این ویروس یک ویروس ناشناخته است، همطور که علائمش مرتب تغییر میکنه. یه روز تبه، یه روز سرفه است، یه روز نمیدونم چشاییه، یه روز نمیدونم بیناییه، یه روز نمیدونم شامه است، نمیدونم هر روزی یکی از درد عضلانی بیحالیه، نمیدونم هی تغییر میده شکل خودش رو، آثار خودش رو. پیرمردها رو مبتلا میکرد، حالا جوانترها رو هم داره مبتلا میکنه. پس خود این ویروس، ویروس ناشناخته است. قراری ما داشتیم با مردم عزیز ما از روز اول، گفتیم که زندگی مردم باید توأم با سلامت و پروتکل بهداشتی در چرخش باشه. از همون روزهای اولیه ما گفتیم تمام مراکز تولیدی باید تولید خودش انجام بده و تعطیل نشه. حتی در ایام تعطیلات عید بخشای تولیدی همه فعال بودن، داشتن فعالیت میکردن. تمام فروشگاه ها، تمام تولید هایی که در رابطه با مسائل بهداشتی و درمانی بودن که به طریق اولا اونا فعال بودن. خب یک مدتی بقیه رو تعطیل کردیم، گفتیم غیر اینا مغازه ها تعطیل بشه، بازار تعطیل بشه، پاساژ ها تعطیل بشه، حتی اگر سفر میخوام برن باید کنترل بشن، قرنطینه بشن. بعد حتی سفر رو مدتی تعطیل کردیم. مرحله بعد آمدیم با مردم یه قراری گذاشتیم، گفتیم گشایش ها آغاز می شود به شرط اینکه همه مردم کمک کنند و یاری کنند در زمینه مراعات پروتکل های بهداشتی. و گفتیم هرچه گشایش اضافه بشه باید دقت در اجرای پروتکل هم به همون نسبت بیشتر بشه، بلکه اگه این گشایش پیدا بشه اونجا پروتکل بیاد پایین، خب نمیخونه با هم، نمیشه، ما 2 مرتبه دچار مشکل میشیم. و این مشکل هم برای خود مردم هست در قدم اول. مردم عزیز ما، حالا صدا و سیما بیشتر در این زمینه باید تلاش بکنه. کسی نباید مبتلا شدن به این بیماری رو ننگ و عار برای خودش تلقی بکنه. طرف نباید بره با آزمایشگاه بگه آقا مثبت شد، من از تو خواهش میکنم اینو بده به من، به کسی نگو.
هم خواهش تو گفتی من خودم میگم، تو نمیخواد بگی. این مشکلی نداره، یه بیماری است مثل همه بیماری ها. آدم ممکنه به یه دلایل مبتلا بشه. وقتی مبتلا شد، وظیفه شرعی ماست برای حفظ جان مردم، این وظیفه شرعی ماست که به اطرافیان بگیم آقا من مبتلا هستم، به خانواده بگیم من مبتلا هستم، به محل کار بگیم من مبتلا هستم، و بره خودش قرنطینه کنه 14 روز 15 روز یا بیشتر هر که لازمه. این کار در جامعه ما تبدیل شده به یک معضل از لحاظ فرهنگی. طرف نمیگه من مبتلا هستم. مورد بوده، من آشنا شدم با یک موردی که طرف درست موقع امتحانش دیده روز قبل مثبت شده، گفت نگم من برم امتحانم بدم. طرف میخواسته بره امتحان آموزش رانندگی، شب قبلش دیده مثبت شده، گفت من فردا برم امتحان بدم بعد بگم. اینا رو ما ببینید، مواردی است که به ما گزارش شده، موارد مشخص گزارش شده است. ما باید این فرهنگ ببریم بالا. هر کس مبتلا شد وظیفش اینه بگه، وظیفش اینه خودش ایزوله کنه بره کنار 14 روز 15 روز، و آزمایشگاه های ما موظفن بگن، پزشکای ما، بیمارستان های ما همه موظفن، ولی که همکاری نمیشه کرد. خواهی که آلوده است میره همه رو آلوده میکنه. حالا به اضافه اینکه یک کسی هم ممکنه اصلا علامتی هم نداشته باشه و ندونه. و لذا ما اگر میخواییم نزدیک شیم به یک نفری، مبنا را باید بر این بذاریم که این مبتلا به ویروس کروناست. همه باید مبنا را بر این بذاریم، یا باید فاصله داشته باشیم یا باید ماسک داشته باشیم، یا فاصله را مراعات کنیم یا با ماسک با طرف مواجه شیم. بعدش هم نریم تو اجتماعات بزرگ. خب تو اجتماعات بزرگ میریم، خب گرفتاری. تو اجتماع بزرگی که همه با هم میخوان توی سالون غذا بخورن دیگه، همه کنار هم نشستن دارن غذا صرف میکنن. خب تو عروسی ها وضع همینه، تو بعضی از مراسم اینجوریه. الان ما شنیدیم در خوزستان علت این که یک مرتبه اوج گرفت این بیماری، این که در ایام عید فطر مراسم های اونجا وجود داره که طوایف همه میرن دور هم جمع میشن. حالا معمولا هم عید، حالا امسال یه مقدار طولانی هم شد، مردم آخر هفته رو متصل کردن، هفته بعدیش هم هفته ارتحال بود، اونم متصل کردن با هم، این مدت طولانی هم شد. خب دچار مشکل شدن به هر حال. بعدش هم خب هوا گرمه، ناچارن برن داخل خونه، ناچارن درها رو ببندن. خب وقتی پنجره بازه، هوای آزاده، متفاوته با جایی که در بسته میشه، فضا کاملا مسدود میشه. بنابراین آمادگی مردم اگر کاهش پیدا کنه، ما گرفتار میشیم در این بیماری، و گرفتاری به ضرر همه کشور، به ضرر همه ما هست. مسئولین مربوطه هر کدام مسئولیتی دارن. ادارات دولتی اگر میخوان خدمت بدن، من خواهش میکنم از کمیته امنیتی و اجتماعی ما، از کمیته بهداشتی ما ابلاغ کنن اگر کسی میخواد بیاد وارد یک اداره بشه، اونم جایی که جمعیت شلوغ، رفت و آمد، بانک یا یه اداره دولتی، شهرداری، کجا هست، باید از ماسک استفاده کنه. اگر نکرد بهش خدمت ندن. یعنی باید ابلاغ بشه، خدمات منوط به مراعات و پروتکل‌های بهداشتی. اگر یک کارمندی میاد توی اداره‌ای که شلوغ هست، باید غایب بزنن اگه بدون ماسک میاد، حضور و بعدم باید برش گردونن. ما لااقل نسبت به ادارات دولتی، جاهایی که به هر حال مال خود دولته یا شبه دولته، مثل بانک ها، مثل شهرداری ها، اینا رو باید الزام کنیم و قدم به قدم بیاییم جلو، اینجاها خدمات الزام بشه. تو مترو که شلوغ هست، بدون ماسک خب نذاریم طرف سوار شه. خدمت مترو منوط به اینکه طرف ماسک بزنه، خدمت اتوبوس منوط به اینکه طرف ماسک بزنه، خدمات منوط میشه. و در این راه من خواهش میکنم هم ضابطین قوه قضاییه، هم خود قوه قضاییه در جایی که لازمه دادستانهای محترم یاری کنن، کمک کنن
تا ما بتونیم این مقطع رو با کمک هم یه جایی هم هست که به هر حال اتحادیه ها اصناف اونا مسئولن، اونا باید بیان تو بازار تو پاساژ ها، اونا باید بیان کمک کنن و نذارن اینا همه در کنار هم که قرار بگیره. خب اون دستورالعمل اصلی که الان دارن تاکید میکنن، تو همین جلسه هم تاکید شد، مسئله فاصله گذاری است، مسئله ماسک نرفتن تو اجتماعاتی مثل مراسم عزا و عروسی که اجتماع زیاده تو مناطق سرپوشیده، اینا جزو مواردی است که دارن اصرار میکنن و تاکید میکنن همه مسئولین محترم ما. ما روند ما اینجوری بود، چیزی که میخواستیم ممنوع کنیم میگفتیم که مثلا این کار در کشور ممنوعه. کم کم به این نتیجه رسیدیم که بعضی چیزا لازم نیست در سطح کشور ما ممنوع کنیم، برای اینکه این مشکل توی یه استانه، ربطی به کشور نداره. رفتیم داخل استان گفتیم ممنوعیت ها بره مثلا استانهای قرمز اینجوری بشه، استانهای سفید اینجوری بشه. حالا همطوری که در جلسه هم گفته شد هیچ کدام اینا ثابت نیست، نه قرمزش ثابته، این مثل رنگ فرشای تقلبی است که با یه بار شستن رنگش میره، این رنگش رنگ ثابت نیست که بمونه برای همیشه، قرمز ممکنه سفید شه، سفید ممکنه قرمز شه، همه در حال تغییر و تبدیله. البته در یه جاهای خاصی ممکنه جاهایی که قرمز شدید بوده تبدیل شده به سفید، ممکنه خیلی دیر تبدیل بشه به قرمز، حالا اینا شرایطش متفاوته، ولی ثابت نیست که ما بگیم اینجا که سفیده برای همیشه سفید میمونه، مخصوصا جاهایی که از اول سفید بودن اتفاقا در معرض خطر هستن تا حد زیادی. بعد معلوم شد که ما حتی استانها را هم نباید مناط قرار بدیم، برای اینکه توی یه استان ببینی 5 تا شهرستانش درگیره، بقیهش مشکل نداره، ما باید بریم متمرکز شیم تو همون 5 تا شهرستانی که درگیر هست. و الان ما قاعدمون اینه که مواردی که قبلا جزو لیست 3 و 4 ما بود، جاهایی که معمولا مثل رستوران ها، مثل همایش، تالارهای پذیرایی، باشگاه‌های ورزشی، مساجد، مصلی ها، اینایی که معمولا جزو موارد 3 و 4 ما بودن تو لیست های قبلی، جاهایی که الان ستاد استانی اعلام میکنه میگه این 5 تا شهرستان من شرایطشون شرایط قرمزه و کمیته های ما موافقت میکنن، ما در ستاد پنجشنبه تصویب کردیم که هر کجا این چنین بود حداقل برای 1 هفته ممنوعیت رو اعمال کنن و اگر لازم شد 2 مرتبه آخر هفته بررسی کنن و ممنوعیت رو هفته دیگه ادامه بدن تا وقتی که شرایط برگرده به یک شرایط عادی. خیلی مهمه که مشاغل رو بیشتر مد نظر ما قرار بدیم. اگر یه رستورانی همه اصول و پروتکل مراعات میکنه، خب بذاریم کارش برسه، ما چیکارش داریم؟ اگر یه رستورانی مراعات نمیکنه، تذکر میدیم 1 بار 2 بار 3 بار، خب اینجا باید کاری بکنیم که 1 هفته 10 روز ببندیم تا این موظف شه بیاد. یعنی همه 3 گروه، خدمت دهنده، خدمت گیرنده، مکان خدمت، هر 3 اینها باید مورد مکان خدمت باید بهداشتی باشه، پروتکل مراعات بکنه. خدمت دهنده، حالا اون کاسبه، هر کس مسئول رستورانه، باید مراقبت بکنه. خدمت گیرنده هم که عمدتا مردم هستن، هر 3 باید مراعات بکنن تا ما بتونیم در این شرایط سخت عبور کنیم از این شرایطی که ما داریم. البته دولت یه سری وظایفی داره، به شدت داره دنبال میکنه، دولت بسیاری از کارا رو داره الکترونیک میکنه، دولت الکترونیک ما به سرعت داریم پیش میبریم، جایی که لازم بوده مراجعه ای داریم، مراجعه ها رو کم میکنیم و از طریق دولت الکترونیک در واقع یه الگوی جدیدی در خدمت رسانی به مردم داریم ایجاد میکنیم. خرید اینترنتی رو باید سرعت ببخشیم، کمک کنیم به اینها. مسافرت ها باید به حد ضرورت باشه، کاهش پیدا بکنه. جاهایی که ما
احساس خطر میکنیم یا در شرایط هوش داریم، برخی از محدودیت ها رو برای مدت زمان کوتاه میتونیم برگردانیم و حساسیت مردم نباید کاهش پیدا کنه. متاسفانه یه مدتی این ویروس یه مقدار آرامتر شده بود یا حالا فعالیتش کم، مردم فکر کردن دیگه دورش تمام شده و خبری نیست. این احساس خطر از بین رفت. خب این احساس خطر باید برگرده و باید پروتکل ها همه مراعات بشه. من در اینجا به کمیته بهداشتیمون و کمیته اجتماعی امنیتی میگم راجع به اونهایی که بیماری رو مخفی میکنن یه فکری بکنن و یه طرحی بیارن که ما تو جلسه تصویب بکنیم. این مخفی کردن بیماری یک نوع تجاوز به حقوق دیگرانه. یعنی من که مخفی میکنم و نمیگم، نسبت به خانوادم، نسبت به دوستم، نسبت به همکارم، نسبت به فرد معمول تو خیابون میرم نزدیک میشم باش حرف میزنم، نمیگم من مبتلا، لااقل ماسکم نمیزنم. لااقلش اینه که من ماسک بزنم وقتی مبتلا هستم. اولا نباید بیام بیرون، حالا اگرم آمدم ضرورت بود باید ماسک بزنم، فاصله رو مراعات کنم، به طرف بگم به من نزدیک نشو، اشکال نداره. این فرهنگ ما باید جا بندازیم. همه ما افراد مبتلا تو اداره، محل کار، تو جاهای مختلف، اجتماعاتمون، طرف باید خودش بگه، اگر کسی هم فهمیده باید این رو اعلام بکنه تا اینکه ما بتونیم از این مشکل عبور کنیم. و نکته آخر که امروز هم روش تأکید شد، اجرای این دستورالعمل ها نیاز به نوعی ضمانت اجرا داره. تو ادارات شاید آسان‌تره، ما میتونیم با یک مصوبه جلوشون رو بگیریم برای خدمت دادن. در مترو و اتوبوس آقای وزیر کشور انشاءالله همه تلاشش به کار میگیره، شهرداری های همه سراسر کشور تلاششون رو به کار میگیرن، هر جا لازم بوده از نیروی انتظامی و بسیج استفاده بشه. الزامی است از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی میخوایم ما وارد بشیم، الزامی است که از ماسک استفاده کنیم. بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست در همه اون جاهایی که ما گفتیم ماسک الزامی است. اینا همه باید مراعات بکنیم، همه هم باید همدیگر رو کمک بکنیم. امروز هم تو جلسه ما گفته شد که یکی از مؤثرترین اقدامات ماسکه، بنابراین این اقدام مؤثر مورد تأکید رو باید مورد توجه قرار بدیم. من با اینکه گفته بودم نکته آخرم هست، میخوام تشکر کنم از همه محققین ما که دارن تلاش میکنن و کار میکنن برای یافتن دارو برای این ویروس و یا واکسن، که هر دو اینها مهمه. انشاءالله امیدواریم این روند و این کوشش ها ادامه پیدا کنه و به نتیجه مثبتی برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.